سفر یک هیئت آمریکایی به تایوان خشم پکن را برانگیخته است. از سال 1979 که واشنگتن دیگر تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخت، این اولین بار است که چنین هیئتی از آمریکا به تایوان سفر کرده است. وزارت امور خارجه چین این اقدام آمریکا را ناقض مفاد سه بیانیه مشترک چین و آمریکا و اصل چین واحد می‌داند. موضوع تایوان مهمترین و حساسترین مسئله در روابط چین و آمریکاست. آنچه ایالات متحده انجام داده، تعهدات خود را در مورد مسئله تایوان نقض کرده است. آنها باید به مقررات کنوانسیون مشترک چین و آمریکا پایبند باشند. واشنگتن باید مبادلات رسمی و تماس با تایوان را به هر شکلی متوقف کند. پکن میگوید سفر وزیر بهداشت آمریکا به بهانه همکاری در مقابله با کرونا به تایوان در حقیقت حاوی اهداف و مقاصدی در پشت پرده است. آمریکا با این اقدام آسیبی جدی در روابط پکن و واشنگتن ایجاد کرده و صلح و ثبات را در تنگه تایوان با مشکل مواجه خواهد کرد. موضوع تایوان با منافع ملی چین ارتباط کلیدی دارد و این مسئله تنش بین دو کشور را افزایش خواهد داد. سه بیانیه مشترک چین و آمریکا پایه سیاسی روابط دو کشور است و بر اساس آن آمریکا جمهوری خلق چین را به عنوان تنها دولت قانونی چین به رسمیت شناخته است. سفر هیئت آمریکایی به تایوان در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان پکن و واشنگتن در موضوعات مختلف تشدید شده است. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.